سلام، دکتر ناصح هستم. تو این ویدیو میخوام در مورد جایگزین‌های طبیعی قرص کلسیم صحبت بکنم، در واقع قرص کلسیم طبیعی، و موارد متنوعی رو هم خواهم گفت که در هر گوشه دنیا هستید و ممکنه دسترسیاتون محدود باشه، بتونید بخشی از این موارد رو استفاده بکنین و نتیجه بگیرید. اول اینکه در مورد خود قرص کلسیم اگه بخوام بررسی داشته باشیم، نمیتونیم بگیم یه ماده کاملا بی‌ضرر و بدون عارضه است. به هر حال هر ماده‌ای که بشر توش دست میبره و مواد مؤثرش رو جدا میکنه و از اون ترکیب کاملش خارج میکنه، به هر حال برای بدن میتونه عوارضی داشته باشه، از جمله قرص کلسیم که تحقیقات هم نشون داده که بدون عارضه نیست. چند نمونهش رو براتون بگم. روی 900 بیمار آزمایشاتی انجام دادن، بررسی کردن افرادی که مکرر از قرص کلسیم استفاده میکنن بیشتر در معرض کاهش حافظه و آلزایمر هستن. همینطور افرادی که بیش از 1200 میلی گرم کلسیم در روز دریافت میکنن بیشتر از بقیه در معرض پولیپ روده هستند. البته ریسک این بیماری بین 6 تا 10 سال حتی بعد از دورهای مصرف قرص کلسیم هم تحقیقات نشون داده که ادامه داره. همینطور افرادی که زمینه‌های سنگ کلیه دارن و مشکلات قلبی عروقی دارن، توصیه میشه که نسبت به مصرف قرص کلسیم احتیاط بیشتری داشته باشن. نمیخوام بگم خاصیت نداره، فایده نداره، ولی ارزم اینه که میشه سراغ گزینه‌های طبیعی تر و بدون هیچ عارضه‌ای رفت که خداوند در طبیعت برای ما قرار داده و میتونیم بدون نیاز به الزاماً نسخه‌های برخی از شرکت‌های تجاری سلامتیمون رو هم تأمین بکنیم. کلسیم که میگیم بیشترین چیزی که تو ذهن افراد میاد صرفاً فقط استخوان‌سازی و رفع بوک استخوانه. نه، کلسیم خیلی کاربردهاش تو بدن گسترده‌اش. یکیش استحکام استخوان و دندان و بحث پیشگیری از شکستگی هست، اما کلسیم روی تقویت فعالیت‌های مغزی هم تأثیر داره، روی رفع افسردگی هم تحقیقات نشون داده که تأثیر داره. این افرادی که کلسیم بدنشون پایین میاد، زمینه‌های افسردگی و مشکل روانیشون بیشتر میشه. کلسیم مناسب در بدن باعث میشه ایمنی بدن بالا بره و در مقابل عفونت‌ها مقاومت بهتری داشته باشه. حتی برای سندرم‌های پیش از قاعدگی هم میزان کافی کلسیم خیلی موثر و افرادی کلسیم کمی دارن قاعدگی‌های مشکلداری خواهند داشت. کلسیم برای سیگنال دهی و ترشح انتقال دهنده عصبی مغز لازمه و وجودش به میزان کافی فعالیت‌های مغزی رو بهتر می‌کنه. خب ببینیم چیا منبع کلسیم طبیعی‌اند و بعد تو برنامه‌مون قرارش بدیم که کلسیم بدنمون به اندازه کافی تأمین بشه. اکثر افراد فکر میکنن که هرچی لبنات بیشتر بخورن، ماست و شیر و دوغ بیشتر بخورن، کلسیم بیشتری وارد بدنشون میشه. اما ما قبلا در ویدیوهای تو مفصل صحبت کردیم که این رابطه مستقیمی نیست و تحقیقات جدید هم نشون داده که مصرف زیاد شیر به معنی کاهش بوک استخوان نیست. قدیم شاید بعضی گزاره‌ها بوده، اما تحقیقات جدید نشون داده که برعکس، حتی تو بعضی موارد میتونه تشدیدش بکنه. حالا بحث مفصلی من توصیه میکنم ویدیوهایی که در مورد شیر و ماست قبلا منتشر کردیم رو حتما ببینید. اما این نکته مهمی رو بگم که وقتی ما بیش از حد کلسیم وارد بدن ما میشه، یعنی زیاد شیر میخوریم، قرص کلسیم زیاد میخوریم، ماست زیاد میخوریم، این حجم بیشتر و مازاد نیاز کلسیم بدن ما بخشش از طریق ادرار مدفوع دفع میشه و بخشش در بدن تجمع میکنه. اصطلاحا بهش میگن کلسیفیکاسیون. توده های ایجاد میکنه، توده های کلسیمی و استخوانی، مثل خار پاشنه، مثل استخوان زائد، یا تو منطقه کلیه زمینه های سنگ کلیه های کلسیمی ایجاد میکنه، در عروق باعث رسوب در عروق میشه، که برای همون تحقیقات جدید نشون داده افرادی که زمینه های مشکلات قلبی عروقی دارن بعد تو مصرف کلسیم لبنی خصوصا و قرص کلسیم احتیاط بیشتری داشته باشن. که گفتم بحث لبنیات و کلسیم چون بحث مفصلیه، من ارجاع میدم به ویدیوهای مرتبط با خودش که بحث طولانی نشه. بریم سراغ قرص های کلسیم طبیعی، از جمله تو داخل لبنیات. کشک با اینکه ماده لبنیه، اما جذب کلسیم بسیار بالایی داره. یه دونه کشک به اندازه 2 لیوان شیر کلسیمی داره که به بدن ما جذب میشه و نیاز ما رو به کلسیم تامین میکنه بدون عوارض. کشک رو عزیزان سعی کنین زیاد تو برنامه‌تون قرار بدین. میدونم الان خیلی افرادی که دارن حرف منو میشنون در کشورهای متنوع دنیا هستن و تقریبا دسترسی به این محصول ندارن، ولی حالا بخشی که ایران هستن، افغانستان هستن، تاجیکستان هستن، اینو در جریان باشید، یا به هر حال افرادی که در کشورهای دیگه هستن سعی کنن به این نحوی توی مراودات و جابجایی‌هایی که دارن کشک بهشون برسه.
یا اگه تو کشورشون تونستم بالاخره جایی پیدا بکنم، بعضی جا هست کشک تو برنامه‌تون قرار بدید، اما اگر نشود حالا عرض خواهم کرد که به جای کشک چه مواردی بشه جایگزین کرد. و کشک رو هم بهترین حالتش اینه که با فرمول 1-2-3 مصرف بکنید. قبلا گفتم ولی چون مهمه بازم تکرار میکنم، یک دونه کشک، دو تا گردو و 3 تا خرما هر شب به مدت حداقل 40 شب مصرف بکنید که بهترین قرص کلسیم طبیعی دنیاست. اینو تو برنامه‌تون قرار بدین حتما. و باز گزینه دیگه مصرف کردن کشک به صورت اشکنه کشک یا کالجوش یا کالجوش یا کلجوش یا اشکنه قروت، اسامی مختلف داره در مناطق مختلف ایران، با کشک در واقع اشکنه درست میکنن. کشک رو میجوشونن با آب با پیاز و حالا دوست دارن نعنا میریزن، گردو میریزن. بعد از خوردن اشکنه کشکتون به صورت تریت شده است، حتما خورما هم میل بفرمایید. 3-5 تا خورما بعدش ضروریه برای جذب بهتر کلسیم. پس کشکم قضیهش گفته شد. افرادی که دسترسی به کشک ندارن چیکار بکنن؟ بادام بخورن. بادام که دیگه چیزی که تقریبا همه جا پیدا میشه، بادام فوق العاده است. هر فردی بهتره که هر روز 15 عدد بادام درختی مصرف بکنه. اگر تونست به صورت شیر بادام بخوره چه بهتر. شیر بادام که میگم شیر نداره، 15 تا مغز بادام بهتر تو آب جوش بندازیم در بیاریم پوستش جدا بشه. یه قاشق عسل یه لیوان آب میکس بکنین تو دستگاه میکسر و نوش جان بکنین. چه بهتر به صورت شیر بادام بخورین، اما اگه نشد خالی خالی بخورید، فقط خوب بجوید، خوب بجوینش. هر روز خوردن 15 تا بادام میشه قرص طبیعی. اگر فقط چربی خون دارین هر روز بادامو نخورین. افرادی که چربی ندارن هیچ مشکلی نداره. افرادی که چربی خون دارن به جای بادام میتونن فندق رو بیشتر تو برنامه‌شون قرار بدن. ضمن که بادام رو میتونیم به صورت حریره بادام هم درست بکنیم که بعضیا بلدن، برای بچه‌ها درست می‌کنن، برای بزرگترا هم اشکال نداره. قرص کلسیم بعدی دیگه خوردن هر روز صبح 19 تا کشمش یا مویزه. مویز از خانواده کشمش هاست که معمولا رنگ تیره تری داره. هر روز کشمش خوردن قرص کلسیم طبیعیه. بادام خوردن در طول روز قرص کلسیم طبیعیه. و شب‌ها انجیر و زیتون با هم دیگه. اگر با هم نبود اشکال نداره، هر کدومش بود خوبه، ولی هر شب بخورین. چند دونه زیتون و انجیر رو هم نوش جان بکنین. من دارم موارد متنوع میگم چون میدونم عزیزانی که ما رو محبت دارن، لطف دارن، دنبال میکنن، همزبانان عزیز از نقاط مختلف دنیا، جاهایی که به هر حال دسترسی به بعضی از مواد غذایی، موارد گیاهی ممکنه نباشه، برای همون من متنوع‌تر میگم که از این گزینه‌ها هر کدوم تونستین پیدا بکنین و براتون امیدوارم که مفید باشه. گزینه بعدی غذای بسیار حکیمانه و عالی کهن ما به نام فسنجانه. تو فسنجانتون یا فسنجون حتما بادام و مغز گردو بریزین. گوشتم نریختن اشکال نداره، حالا گوشتم بود چه بهتر، اما فسنجان گیاهی یعنی با بادام و مغز گردو هم بسیار بسیار عالیه. گزینه بعدی بادام زمینیه، بادام خاکی هم بهش میگن. اون هم کلسیم خوبی داره، قیمتش هم به نسبت بادام کمتره. اونا که می‌خواستن اقتصادی‌تر به غذا نگاه بکنن، گزینه خوبی. فقط دقت بکنیم بادام خاکی، بادام زمینی مقدار قابض، زمینه یبوست مزاج و اصطلاحاً سخت افشودن و مصرف زیادش ایجاد میکنه. حتی کوهنوردا میخوان که مقدار دیرتر دفع داشته باشن زیاد بادام زمینی می‌خورن. این نکتهش حواستون باشه، ولی بسیار مقوی و عالیه. مورد بعدی خود خرماست. خوردن خرما فوق العاده برای کلسیم مناسبه و چون ویتامین دی مناسبی رو هم میتونه کمک بکنه به جذبش در بدن، برای پوک استخوان، برای آرتروز و دردهای مفصلی هم بسیار کمک کننده است. در سبزیجات هم اسفناج، کلم و به طور ویژه پونه، نعنا و گزنه هم کلسیم مناسبی دارن که اینا رو بعضیشون میتونید حتی به صورت دم کرده هم مصرف بکنید. ضمن اینکه پاچه رو هم توصیه میکنم، کله پاچه منظورم نیست، فقط پاچه گوسفند که بذاریم باهاش به صورت خوراک یا سوپ یا هر غذایی که دوست داریم باهاش درست بکنین، نوش جان بکنین، منبع غنی از کلسیومه. تو لبنیات پنیر هم گزینه مناسبی برای مصرف کلسیوم، ولی بهتر پنیر پرچرب و محلی تر باشه، خیلی فراوری غیر طبیعی صورت نگرفته باشه. و نکته مهم در مورد پنیر، پنیر رو بهتره شب بخورید، با گردو بخورید و هفته 2 مرتبه. این نکات مهمه برای مصرف کردن پنیر. صبح پنیر خوردن توصیه نمیشه که، چون بحث مفصلیه در مورد خود پنیر
یه ویدیو بعداً مفصل صحبت خواهیم کرد. ضمن اینکه میوه های خشک هم منبع کلسیومن. پیاز کلسیوم مناسبی داره. سیر همینطور. تو روغن ها روغن شیر، اصطلاحاً روغن زرد بهش میگن، کلسیوم مناسبی داره. خود کره محلی و با کیفیت کلسیوم قابل توجهی داره. یکی از بهترین منابع کنجده که حالا چه خوردن خالی کنجد توی به صورت به اندازه یک نلبکی شبانه خیلی گزینه مناسبیه، یا به صورت ارده که کنجد چرخ شده است میتونین با عسل یا با شیر انگور ترکیب بکنین و نوش جان بکنین، به عنوان یک غذای بسیار مقوی صبحانه، نهار یا شام. اینقدر قویه که روزهایی که شما صبحانه ارده بخورین، حالا ارده عسل یا ارده شیره، خیلی دیرتر میل به خوردن نهار پیدا میکنین. اصطلاحاً گیر داره، خیلی مغذی و مقویه. این مواردی که عرض کردم که تنوع زیادی هم داشت، حالا هر کدومش رو تونستین بخورین، یه موردش، دو مورد، سه موردش، نه هیچ کدوم عارضه خاصی ندارن، تقریبا برای همه افراد سازگارن، مگر اینکه اصطلاحاً گرمی مزاج و اون انرژی زیادی که داره شما رو اذیت بکنه. چون از نگاه طب سینوی، طب کهن، هر غذا یک مزاجی داره، اصطلاحاً همون گرمی و سردی، که اینو بعد مدیریتی داشته باشین. اگر بدنی دارین که گرمیش زیاد داره میشه، خب مصرف این موارد که اکثرشون هم یه مقدار گرم مزاج تر بودن، باید با یک دقت و احتیاطی مصرف بشه. و این نکته هم کارو شروع بفهمیم که مزاج غذاها چیه، هر غذایی چه مزاجی داره، مزاج خودم چیه، که من توصیه میکنم کتابی هست به نام جداول کلیدی مزاج شناسی و مصلحات غذایی. کتاب کاربردی و خوب و مفیدیه، خیلی مطالب خوبی رو نویسندهش در واقع جمع‌آوری کرده و که من پیشنهاد میکنم به عنوان یک راهنمای تغذیه آشپزی تو آشپزخونه‌تون داشته باشین. لینکش رو هم در آمازون که قابل دسترسی هست من تو دیسکریپشن میگم دوستان قرار بدن. ضمن این که در مورد بیماری‌های مرتبط با استخوان و مشکلات کلسیمی چند ویدیو در همین چنل منتشر کردم که میتونید ببینیدشون. من البته یه راهکار جالب دیگه هم که واقعا من مفید دیدم برای بهبود مشکلات کلسیمی که توسط پروفسور دانش در چنلی به نام سلامت مهر معرفی شده، راهکار جالب و موثری، من توصیه میکنم این ویدیو رو هم که لینکش رو در دیسکریپشن گذاشتم ببینید و مطمئنا کمک خواهد کرد به سلامتتون. و نکته مهم بعد این که ویتامین دی جذب کلسیوم رو بالا میبره. یک رابطه مستقیم بین میزان مناسب ویتامین دی در بدن و جذب کلسیوم هست. باز خود ویتامین دی چطور تامین میشه؟ بهترین منبعش نور مستقیم آفتابه. وقتی اشعه آفتاب بر پوست ما تابیده میشه، کلسترول زیر پوست ما تبدیل میشه به ویتامین دی. البته پروسه‌های دقیق‌تری داره که بعد تو بدن فعال بشه. اما افرادی که به اندازه کافی نور آفتاب میگیرن، حمام آفتاب میگیرن، ویتامین دی بهتری در بدنشون آزاد میشه. توصیه میکنم هفته دو سه مرتبه مدت حدود 15 دقیقه خودتون رو در معرض حمام آفتاب قرار بدین. خصوصا پشت گردن، پشت شونه ها، پشت بازوها بهتره که خوب آفتاب بگیره. خلاصه کلام، تمام کلسیوم در قرص کلسیوم یا در لبنیات الزاماً نیست. منابع طبیعی گیاهی دیگه هم هستن. خیلی ممنون از همراهیتون. امیدوارم که همیشه سالم و سر حال و پر انرژی باشین. امیدوارم که مطالبی که خدمتتون گفتم برای شما مفید باشه و به دیگران هم توصیه بکنین که این نکات ساده رو تو برنامه‌شون قرار بدن، خصوصا افرادی که سنشون از حدود 45-50 به بالا میره، نیاز بیشتری به رعایت نکات کلسیوم دارن که سالم‌تر زندگی بکنن. خدا نگهدارتون.